بلام خدا و عرض سلام. پس از مرگ فرخنده و تحرکات دادخواهانه برای وی در ولایات مختلف افغانستان و همچنان بیرون از مرزهای افغانستان کشورهای مختلف، حکومت افغانستان تصمیم گرفت تا کمیسیون را ایجاد نماید برای حقیقت یابی این مسئله. یافته های ابتدایی کمیسیون حقیقت یاب در زمینه چگونگی قتل فرخنده، یافته های را به مردم و به مطبوعات شریک ساختند که تا کنون شواهد و یا هم نسخه های و یا هم یافته های از این وجود نداره که دقیقاً بر آنچه فرخنده کشته شد دلالت داشته باشد. یعنی فرخنده قربانی یک اتهام و گفته های دروغین مجموع کسانی که در آن جا حضور داشتند شد. پس از آن عده کثیر دیگر برف ها و گفته های متفاوت در زمینه پرداختند. تا کنون جنبه های نامکشوف و لایه های پر از ابهام در قبال چگونگی قتل فرخنده وجود داره. اما گذشته از بحث های احساسی و احساساتی، گذشته از بحث های روزمرگی و تحلیل های هرگونه، دقیقا دید حقوقی به این مسئله چگونه است؟ این چگونه قضیه است؟ دقیقا با چه منظر و با چه رویکرد میشه به این قضیه پرداخت؟ افرادی که تاکنون متهم هستند و متولیان این مسئله هستند و دقیقا دخیل در این حکایت دردناک کابلیان و حادثه المناک هستند، با چه رویکرد و با چگونه رویه قضایی و دقیقا قانونی حکومت افغانستان مواجه و برابر خواهند شد؟ امشب در بحث امشب به بحث و بررسی این موارد را میگیریم. من همدرد غفوری میزبان این برنامه هستم و مهمانان عزیزی که اونجا حضور یافتن، محترم عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، محترم سارنوال عبدالرؤوف نعامی منشی مجلس نمایندگان و همچنان دکتر طاهر هاشمی استاد حقوق در دانشگاه کابل هم همچنان به این برنامه دعوت شدند که تا لحظات دیگر با ما خواهند پیوست. مهمانان عزیز برنامه خوش آمدید. آقای مصباح، با شما آغاز میکنیم و ساده از اینجا، این قضیه از دید حقوقی چگونه دیده میشه و چگونه قضیه بهش خطاب میشه؟ سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما مهمان محترم و بیننده های محترم تلویزیون. خب اساسا قضیه یک قضیه جرمی است و در مطابقت به قوانین افغانستان ای نوعی از جرایم، یعنی عنصر قانونیش قبل از قبل وجود داره. درست است که از لحاظ احساسات همه را خدشه‌دار ساخته، در هیچ جای شک نیست، ولی از این که ما به طرف قانونیت بریم، کسانی که مرتکب چنین جرم شدن، اینا برشان مجازاتش قبل از قبل در قانون پیش بینی شده و در پهلو ادارات هستند که در این عرصه کار میکنه، که اداره محترم سارنولی است، قضا هست، پلیس هستند، وکلای مدافع هستند و اهل خبره که در این قضیه دخیل میباشند. مطابق ماده 122 قانون اساسی این بحث مربوط میشه به محاکم. ماده 116 استقلالیت قضا را مطرح می سازه. در پهلویش ماده 134 است که نقش بسیار اساسی را برای سارنوال می ته و برای پلیس می ته، که سارنوال مرحله تحقیق جرایم بر عهده داره، که فعلا قضیه در میه عرصه قرار داره. در پهلوی عزیز این قضیه موضوع بسیار مهمی است که انواع مرتکبین در اینجا، یعنی کسانی که مرتکب جرم شدن، اینا را ما به کتگوری های مختلف میتونیم تقسیم بکنیم. پلیس مربوط میشه به یک پروسیجر خاصی که مربوط به قانون جزای عسکری ارتباط میگیره و مجازاتش شدیدتر است نسبت به مردم های عام و در زمین پروسیجر خاصی را در نظر داره که در حدود 18-19 نفر در اینجا متهم هستند. در پهلوی از این فایلین اصلی جرم، شرکای جرمی، کسایی که مثلا جسد را در داده یا کسایی که تحریک کننده های اصلی قضیه هستند، البته این مواردی است که بعد از تحقیقات مشخص خواهد شدن. موضوع قضیه از چندین نقطه نظر بسیار مهم است. بحث بسیار مهم یا هدف بسیار مهمی که مجازات در اینجا امو هدف است، او حفاظت جامعه است
و در پهلوی از اصلاح جامعه و اصلاح مجرمین هستند که اگر به حکم محکمه ولی به هر حالش مطابق ماده 23 قانون اساسی زندگی موهبت خداوندی است اکتوفه خداوندی است هیچ کسی بدون حکم محکمه با صلاحیت نمیتونه کسی را مجازات بکنه این موضوع در ماده 27 قانون اساسی آمده در پهلوی از این ماده 5 قانون جزای افغانستان بحث میکنه که عذر بیخبری از قانون عذر پنداشته نمیشه کسایی که مرتکب از این عمل شنیع شدن ایره ما با شدیدترین الفاظ تقبیح میکنیم ولی اگر به طرف قانونیت بریم از محاکم تقاضای ما است که تحت تاثیر فشار جامعه مدنی و مردم قرار نگیرند قضا یک رکن مستقل است و فلسفه وجودی استقلالیت قضا به می معناست که در همچو قضایا مطابق با قانون با مرتکبین عمل بکنند و این تقاضای ما سپاسگزارم آقای نامی تا چه میزان از یافته های کمیسیون حقیقت یاب و مجلس حرفای وجود داره و یافته های شما در این زمینه چیز هست یا خیر شریک بسازید این زمینه زمانی که این همه عناصر این جرم هم وجود داره و یک جرم مشهود پنداشته میشه دقیقاً دید شما رو میخوایم به این قضیه که از لحاظ حقوقی به این قضیه چگونه مینگرید تشکر سلام دارم حضور همه بینندگان بسیار محترم میهمان عزیزتان و شما و کارمندان تلویزیون آریانا تا هنوز کمیسیون یا کمیته حقیقت‌یاب شورای ملی دریافتایی را که به شورا و به هیئت اداری تا حال ارائه کردند نشان دهنده ای است که فرخنده در حقیقت این عملی فجی که در موردش انجام یافت یک اتهام بیش علیه از او نبوده یک دسته و توطئه بوده و هیچ گونه شواهد و مدارک تا حال نشان دهنده و دال بر این نیست که فرخنده مرتکب اندکترین خطا و لغزش اشتباه شده باشه و حتی تحقیقات ما تا حال نشان میده که فرخنده یک دایی بوده تا ضد مزخرفات و ضد اعمال ناشایسته ای که در دین اسلام به صورت عرفی دخالت کرده و به آیسته آیسته جزی باورای مردم شده ای اونها را بازگو میکرده و خانما را از همچه مزخرفاتی باز میداشته که در حقیقت یک کاری نیک انجام میداده و کوشش میکرده که کسانی از رای نیرنگ و از رای تزویر و چل و فریب پولی این مردم به دست نیارن و آشکار میکرده که از اینا چیزی ساخته نیست و عقده علیه از این روزه های قبل اضافه شده میرفته چون ضد منافی از اونا قرار میگرفته بعد یک دسیسه ساختن و بالاخره دسیسه هم یک دسیسه ای که فاجعه را به بار آورد که حتی در دوران جاهلیت و در پیش از قرون وسطا هم همچون یک حادثه ای را در تاریخ بشریت به این گونه قباحت و شدت به این گونه جنایت هیچ سراغش نداریم که شده باشه بله. تا حال را تحقیقات کمیته ما امیره نشان میده که فرخنده مظلومانه شهید شده توسط مردمانی که سرشان پر از احساسات است و چیزی از علم دانش ندارن و حتی کسای فرخنده را گویا این که بریزای خدا و بیگناه را به خاطر خدا شهید کردن که خودشان از خدا و از قرآن و از رسول و از دین چیزی را نمیدونن حتی گپای ابتدایی را و حتی بعضی ها که گفتن تا کجای قرآن کریم یاد داری گفتن من هیچ سوره را یاد ندارم ولی اونا رفتن امر بالمعروف کردن و به زمین خودشان و گویا این که سالها ویلگردی کردن و خواستن به یک عمل بسیار بزرگی که گویا این که ضد شریعت بوده دیگه تمام جنایاتی که در عمرشان کردن از طرف خداوند معافیت بگیرن و جنت برن بله حال همان گونه که احساسی آنجا برخورد شد گفته ها و حرف ها و نقل قول ها و گفتگوهایی را که در قبال چگونگی بررسی این پرونده هم هست تا جای برخواسته از احساسات است دقیقاً دید حقوقی به این مسئله چگونه است بررسی و رویکرد برای به عدالت رسیدن و به عدالت کشانیدن متهمین از دید شما چگونه باید باشه خب از نظر حقوقی جناب معاون صاحب تشریح کردن من کامل موافق هستم هیچ جرمی اصلا وقتی که
ارتکاب میافت توسط اشخاصی و او اشخاص بیخبری را عذر پیش کردن نمیتونن. اصلا بیخبری از قانون خودش جرم است. به هیچ وجه این نمیتونه توجیه کننده ازی باشه و همچنان تعداد زیادی ولی به این باور هستند که یک اکثریتی مطلق چنین یک کار را کردن، جرم بالای همه اینا تقسیم میشه و در نتیجه ما فایل اصلی را پیدا نمیکنیم و مجازات همه اینا هم یک کار دشوار است از نظر حقوقی و از نظر شرعی. یک تعداد این را میگن، اما راه حل از نظر شرعی هم وجود داره، از نظر حقوقی هم وجود داره. اصلا فاجعه به این حدش و به این حد علمناکی و به این غیر منصفانش که در تاریخ بشریت سابقه نداره، ای اصلا توجیه نداره که کسانی که عمل مرتکب شدن گویا اینکه تعداد زیادی هستن باید اینا معاف شون یا مجازات کمتر از قانون که تعیین شده و اینا داده شود. همچون قضایای اول همی که یک تعداد فکر میکنن که ای از باب امر بالمعروف از نظر اسلام شده، اول همینجا باید ما در امی قضیه یک روشنی پرتام تا این جنایتی بزرگ ما از جنایت کرده بالاتر واجه در حقوق نداریم. در کتگوری از نظر شدت خفت ما قباحت داریم و جنها داریم و جنایت، اگر از جنایت بالاتر داشته باشیم و هم بالاتر شست، ولی چون نداریم ولی هم جنایتش میگیم. این جنایت از نظر شرعی قطعا از نظر کسی که بگه که حدیثی را بخونه و استدلال کنه که من را منکم منکرن فلیغیره بیدی فا این لم یستتی فبلسانی و این لم یستتی فبقلبی، مراتب ایمان بر یعنی کسی که منکری را میبینه که در حال ارتکاب یافتن است توسط کسانی یا کسی، باید او را به دست تغییر بده و اگر نتونست به قلبش باید ببینه. منطقه اگر ای را ببینید مجددن برمیگردیم، همکاران تکنیکی یک وقفه اشاره میکنن، برمیگردیم به این موضوع مجددن. بدم بس خوش اومدین جناب دکتر طاهر هاشمی استاد حقوق در دانشگاه کابل. همچنان با خود داریم جناب استاد، خوش اومدین. اما آقای نعامی وضاحت بیشتر در مورد قبلا باز کرده بودیم. بله، خب در اول گفتم که قتل فرخنده بنابر یک دسیسه بله شهادتی از اون صورت گرفته و این قضیه ایستا ایستا آشکار میشه و تثبیت میرسه. اما بر فرضی که همچی یک گپی شوه، از نظر امر بالمعروف توجیه داره. امیر میخواستم تشریح بکنم که امر بالمعروف اولش همی که از نظر شرعی، از نظر حقوقی خو ماوین سی موضوع را خوب تشریح کردن، اما چهار ماده قانون اساسی که مرتبط به قضیه بود اینا گفتن. از نظر امر بالمعروف اولش همی که امر بالمعروف در یک دولت اسلامی یک گروه خاصی خدشه داره که هر کس نمیتونه امر بالمعروف بکنه. این اول گپ است. بعد چهار شرط داره. هر جرمی که در جامعه به واقع میشه، به اتفاق میفته، اول همی که حرام بودنی از او باید به اتفاق علما ثابت شده باشه، یک شرطش است. دومی که آشکارا همچو یک گپی صورت گرفته باشه و همه دیده باشه. در اینجا یک شایعه بود که قرآن سوخته شد و بعد هر کس آمد و ایره بردن و هرچی که شد دیگه. بزرگترین فاجعه در تاریخ افغانستان صورت گرفت که این در حقیقت هم چهره افغانستان عوض کرد. حتی امر بالمعروف در خانه ها به هیچ وجه نمیتونه تحقق بیافه و کسانی در حریم کسی داخل شان یا از سرای دیوار و بام ها جستجو بکنن که تو چرا روزه را خوردی یا چرا تو قرآن نخوندی یا چرا تو نماز نخوندی یا چرا تو مرتکب فلان عمل شدی. این اصلا حتی در اسلام جایی نداره. که حتی یک قصه متواتر هم در تاریخ است که حضرت عمر فاروق یک روزی کدام کار دیگه ای داشت که در دیوار بالا شد، همسایه را در حال انجام یک کاری خلاف شرع دید. بله. وقتی که او را دید، او را خواست گفت چرا این رقم کردی؟ او همسایه گفت که خودت از ما کرده بیشتر گفت گناه کردی. گفت چی رقم؟ گفت اول شمی که خداوند گفته است که شما در خانه های هر کس بدون اجازه داخل نشین و گفته که از سری دیوار نیایین و گفته که ولا تجسسو. خودت مخالف سه آیت عمل کرده، من مخالف یک آیت. حضرت عمر فاروق در تاریخ میاد که توبه کرد از همی کار و او آدم هیچ
دنبال نکرد در حالی که خلیفه مسلمین هم بود. شرط سوم امر بالمعروف توانایی عملی است. باید از نظر توانایی اول بررسی کنه که ما این امیر میتونم، چون در اونجا در حدیث هم آمده که من را منکم منکرن فلی غیر و بیادی فا این لم یستتی. استطاعت و توانمندی در اونجا شرط دانسته شده و ای تو نمیشه که یک عمل جلوش بگیری فتنه بزرگتر از او به عقوب پیونده به هیچ وجه قابل قبول نیست. شرط چهارم هم امی موضوعی که اشاره کردم است که نگرانی از تکرار منکری بدتر وقتی بوده باشه منکر در بجای خود گذاشته میشه. کسانی که از باب امر بالمعروف توجه میکنن که همچه گپی مشروعیت داره از نظر شرعی به فرض وقوع به فرضی که قرآن کریم سوختانده شده باشه در می شرایط کنونی به هیچ وجه هم از نظر استقلال قضا هم از نظر این در حقیقت تداخل در وظیفه تنها قضا نیست. بله. در وظیفه پلیس است مطابق ماده 134 قانون اساسی، در وظیفه سرانوالی است و همچنان اینا صدور حکم کردن. بله. هم تحقیق کردن هم کشف کردن هم تحقیق کردن هم حکم صادر کردن که به هیچ وجه نه از نظر شرعی توجه داره، در حقیقت یک اخلال نظم است. هر کدامی از این باید تحقیق شوه، وصف جرمی از اینا از طرف سارانوالی تعیین شوه و هر کدامی از این مطابق با وصف جرمی که سارانوالی مطالبه حکم میکنه از طرف محکمه باید در مورد هر کدام جدا جدا نظر به شدت و قباحت، نظر به اشتراک که در جرمی در جنایت داشتن باید در علیهشان حکم صادر شد تا عدالت تحقق بیاد. جناب استاد قبلا پرسیدیم که این چگونه قضیه نظر به دیدگاه و رویکرد حقوقی است که دیدگاه مهمانان قبلا داشتیم، اما مسئله ای که تازه بروز کرده و ایده هم نگران این مسئله هستند که چون تعداد متهمین و افرادی که داخل این موضوع بودن بیشتر از حدود 10 تن و یا هم فراتر از اون مجمع است، حال برخورد قضا با این مجمع چگونه است؟ آیا برائت بر این مجمع داده میشه و یا نگرانی در چگونگی برخورد با این مجمع است؟ آیا احساسی رفتار میشه و یا نه بنا بر فشار و تهدیدهایی که از آدرس اجتماع است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام به شما و میمونان گرامی. عرض بکنم که قضیه یکی از قضایه است که در تاریخ افغانستان و تا در تاریخ جهان ممکن است نظیر نداشته باشد. بله. قتل، زیاد قتل صورت گرفته، مگر قتل به این شدت و با این دهشت و وحشت فکر نکنم که در تاریخ جهان صورت گرفته باشد. حالا من فکر میکنم که قضیه از لحاظ حقوقی، از لحاظ شرعی و از لحاظ اخلاقی و اجتماعی کاملا وضاحت داره و در این زمان اگر اشتباه نکنم دوستا مرا اصلاح کنند یا تصحیح کنند که در اسلام گفته میشه که اگر هر تعداد نفری که به قتل یک شخص اشتراک کرده باشند اونا هم شریک قتل هستند و در از لحاظ حقوقی هم وقتی که یک آدم معاون قاتل میباشه او هم جزا میبینه، ولی در اینجا شما مجرم اصلی یا جانی اصلی را با معاونش تفکیک کرده نمیتونین، بلکه هر کسی را شما وقتی که به اینترنت و اینا مراجعه میکنین شما میبینین که همه کس لگد زده، همه کس مش زده، همه کس در ای که موتر از سرش بگذارانن، یعنی یک چیز نظر کلی بوده در روجه و بالاخره آتش زدنش، یعنی یک قتل صورت گرفته که فجیع ترین قتل و در عین زمان یک قتلی که با امو شدت نهاییش صورت گرفته. لذا از لحاظ جنایی و از لحاظ حقوقی ما فکر میکنم که هیچ گونه تردید نیست دهی که این اشخاص باید امو جزای خود ببینن. بله. ای که از یک طرف البته جامعه و یا در مجموع مردم افغانستان وقتی که از این مسئله یک انزجار نشان میتن، خود از این نشان میده که افکار عامه هم این تشدد برداشت نداره و لحاظه باید تا وقتی که مطابق امو افکار عامه و در قالب احکام و هدایت شریعت و قانون و اخلاق اینا اگر جزا داده نشوند ممکن است که مسئله به این سادگی انجام پذیرفته نتونه.
بله. حال جدا از این که چگونه باید برخورد شوه، چگونگی برخورد هم یکی از موارد هست. حال چگونگی برخورد قضا با این مجموعه، با نگرانی هایی که وجود داره، با ضعفی که در قضا وجود داره و گذشته از این موارد، حداقل فسادی که در نهاد قضایی افغانستان وجود داره، دقیقا فکر میکنین راهی را برای براحت، راهی برای بیرون رفت این مجموعه بسازه یا مردم نگران هستن که این گونه مسئله نخواد به وجود بیاد؟ یکی از دلایلی که مردم بسیار با عصبانیت این موضوع را به اصطلاح روبرو شدن است که قضای افغانستان واقعا قضایی که شفافیت داشته باشه، عاری از فساد باشه، عاری از رشوت باشه، نیست. و در عین زمان به او گونه که ما شما از شریعت اسلامی توقع داریم که اشخاصی که در محاکم هستن اینا مطابق هدایات قرآنی و شریعت اسلامی عمل بکنن، او اطمینان وجود نداره. به خاطر از اینکه شما میبینین که دوسیه های بسیار کوچکه که بیشتر از یک ماه دو ماه ایجاب نمیکنه، اما سالها دوام میکنه. لحاظا این موضوع یکی از مغلق‌ترین موضوعات هم هست، به خاطر از اینکه این اولین موضوع است که رخ میده و در قانون هم چنین حالات پیش بینی نشده و قانون نمیتونه که این حالات پیش بین شود. لحاظا نظر به قوانین، نظر به حالاتی که در گذشته صورت گرفته، شما یا قاضی میتونه که یک جزای بر از اینا تعیین بکنه که البته نباید برای او کسایی که عمل مرتکب شدن از حدش بیشتر باشه، خاطر از اینکه باز قانون اجازه نمیده که عین عمل در مقابل از اونا انجام داده شود. ولی اگر قانون صراحت داره و شریعت صراحت داره، مطابق از او حکم شوه بدون از اینکه در نظر گرفته شوه که کی کی هست. ولی حاضر در غیر از او ممکن است که غیظ و قهر مردم افغانستان فروکش نکنه. بله. و از این مسائل دیگه ارز وجود بکنه که شاید باز جلوش گرفتنش بسیار مشکل خواهد بود. و یک مسئله دیگه که کسانی که قضاوت میکنن، ما فکر میکنم یک بار خود در موقف پدر، مادر و اعضای فامیل فرخنده قرار بتن. بله. و ببینن که اگر خدای نخواسته در مورد اولاد خودشان هم یک حادثه صورت میگیره، چگونه یک مجازات از قاضی و از زمامدار کشور توقع دارد. و این اساس ما نباید به اساس از این که این شخص به ما ارتباط داره، باید از قتل یک آدمی که در قتل شرکت داشته، از قتل از او چشم پوشی شود. تشکر. بله. جناب مصباح، حال اگر با ابهام در قانون و یا هم عدم برخورد سریع قانون در قسمت مواجه شد، فکر میکنین حد چگونه تعیین میشه؟ آیا رجوع به عرف اجتماعی افغانستان و یا موارد دیگری که در این قسمت و در این قضیه دخیل است؟ خب من قبلا هم عرض کردم که از لحاظ عنصر قانونیت جرم موارد تا حد زیادی مشخص است. فاعلین اگر ما به کاتگوری فاعلین اصلی، تحریک کنندگان، شرکا و کسایی که مربوط به پلیس میشن، برای همه موارد یا مجازاتش قبل از قبل در قانون جزای افغانستان تعیین شده. ماده 395 فقره 3 بحث میکنه در صورتی که عمل جرمی امی وحشیانه باشه، در او حالت بحث اشد مجازات است که از لحاظ کاتگوری مجازاتش اعدام است. به می اساس بحث ماده 396 قانون جزا در فقره دوم بحث مثلع کردن جسد است که یا کشتن و یا پارچه پارچه کردن، توته توته کردن، که اینجا قسما بحث سوختاندن و تا جایی که ما جسد مرحومه را دیدیم اونا قسما اعضای خود را دست داده بود. این موارد مشخص میشه. بناهن ماده اول قانون جزا بحث تعزیرات را وقت مطرح می سازد که حدود و قصاص قابل تطبیق باشه. در اینجا خب تعیین حدود و قصاص هم از صلاحیت قاضی است، در صورتی که بحث شبه مطرح نباشه. این موارد مطابق قانون جزای افغانستان هنوزم وجود داره. این مسئله ما قبل از وقت خواهد بود که موارد در موردش بحث بکنیم، ولی قضیه فعلا در اداره محترم سارنوالی در یک حالت بسیار حساسی قرار داره. ارگانهای عدلی و قضایی چیزی را که برش مکلفیت داره اوی است که عدالت را تأمین بکنه. یعنی
حاکمیت قانون بحثش بسیار مهم است در اینجا و نباید محاکم و سارنوالی تحت تأثیر احساسات عامه قرار بگیره. با وجود که ما به احساسات عامه مردم احترام داریم، همه باید احترام داشته باشند، ولی بحث قسمی که جناب استاد فرمودن یک قضیه پیچیده است و تفاوت بین مرتکبین، تفاوت بین وضعیت در کل ای مربوط به سارنوال میشه. سارنوالا در این عرصه تجاربی کافی دارن بله. و ما یقین داریم که مشخص میسازه که کیها با چی اندازه دخیل هستند و تا چی حد بحث مجازاتش مربوط میشه به قضات محترم، ولی این قابل بحث است که با وجودی که جرم جرم مشهودی بود، ولی مطابق ماده 25 قانون اساسی افغانستان برای تزیم حالت اصلی است. تا زمانی که به حکم قطعی محاکم امی کسایی که دستگیر شده مرتکب نشن، اینا بیگناه شناخته میشن و توقع ما از محاکم امی است که در این قضیه بسیار جدی برخورد بکنه و زود هنگام نشه. ما بعضی از قضایه را داریم که محاکم تا یک حد در او زیر فشار مردم قرار گرفتن بله. جامعه مدنی قرار گرفتن و او قضایه به شکلی که عدالت ایجاب میکردن شاید هم شده باشند، ولی زود تا یک حدی را زود به هنگام بودن. بنان بخاطر از این که ریشه و اساس قضیه پیدا شده، چون حاضرین محترم فرمودن قضیه از لحاظ تاریخی و از هر لحاظ بی پیشی نبود در افغانستان. بله بنابراین این موردی است که ادارات محترمی که دخیل هستند در این قضیه از جدیت بسیار خاصی باید تشکر بکنم. اما آقای نومی، با این همه شدت و قباحتی که در قبال این قضیه دیده میشه، چون که آقای مصباح مطرح کردن که دقیقا این جرم مشهود است، اما پیچیدگی که استاد مطرح میکنن این مسئله تا چه میزان فرصت ایجاد میکنه برای نوع دید قاضیان و سارنوالان در این قضیه؟ آیا اینجا نوع دیگری از مجموعه و یا جریان نظارت کننده در قانون و در حقوق افغانستان وجود داره که نوع عمل کرد و یا هم تصمیم و به کیفر رسانیدن دقیقا نظارت داشته باشه که مبادا برخورد قاضی و سارنوال در این قضیه نوع برات دهنده و یا برات کننده و یا هم تحت تاثیر قرار گیرنده باشه؟ خب از نظر قانونی و از نظر حقوقی ما مرجع نظارت کننده بر بالای مستر محکمه نداریم. ما او آخرین مرجعی است که تصمیم میگیره. آنچه را که داریم به عنوان تجدید نظر، ما اگر در حق خانم فرخنده ظلم شوه از طرف وکیل مدافعش همچه یک گپی پس دوباره تقاضا شده میتونه. اما از نظر ای که قانون در این مورد چی کرده و چی مشکل داره، قانون افغانستان تا حد یک قانون مکمل و برگرفته شده از شریعت اسلامی است. اکثرا قانون مدنی ما و شما مکمل از مجلت الاحکام گرفته شده و قانون شرعی، قانون جزای ما هم در مطابقت به شریعت اسلامی تصویب شده و تدوین شده و تصویب شده و تصویب شده. از نظر شریعت اگر پیشتر استادم مهربانی کردن، اگر 100 نفر هم در قتل یک آدم شریک شوند، از نظر شرعی قتل یک آدم قتل انسانیت است. یعنی تمام اغراضی که یک انسان داره 7 میلیارد انسان امور داره. در حقیقت وقتی که به او تعرض می شود و حیاتش گرفته می شود، گویا اینکه تمام انسانیت حیاتش گرفته شده باشه. و به خاطر از این که همه ادیان الهی به خاطر دفاع از 5 اصل آمده: اصل حیات که باید حفظ شود، به موجب هیچ کس کشته نشود، حفظ مال به هیچ وجه باید به مال کسی تعرض نشود، و همه قوانین هم که وضع می شود در جامعه ما و جوامع بشری به خاطر همه 5 اصل است: بله. حفظ صحت، حفظ دین و حفظ حیات. که این آدم حفظ حیثیت، همه آدمی که فرخنده پیشتر گفتیم که این شهید شد و او هم به گونه شهید شد که حتی در دوران جاهلیتی گذشته ها، جاهلیت یا تو دوران عرب که در اونجا بسیار قتل های غم‌انگیز دیده می شود، همونجا همچه یک قتل بینمی وصف صورت نگرفته. بله. اولی حیاتش گرفته می شود، اول حیثیتش گرفته می شود، آریان می شود، حیثیتش گرفته می شود که بدن یادم نمیه، حتی آدم دیگر لازم نمی بینه او را بگوید، چون گفتنش تکرار یک گپی حسن نیست.
و بعد حیاتش گرفته میشه و بعد با جسدی از این بی‌حرمتی میشه که سوختانده میشه و هر کدام از این در ذات خودش از نظر قانون جزای ما و از نظر قانون جزای اسلام وصف خاصی جرمی را داره و هر کسی که مرتکبی شده باشه و در جریان تحقیقات تثبیت شوه محکمه باید در موردش رحم نکنه و بهانه نگیره که در این قتل 100 نفر اشتراک داشت ما کسی را به حیث فاعل اصلی پیدا نمیکنیم. کسایی که کمترین دست داشتن وقتی که به تثبیت میرسه به خاطر از اینکه جلوگیری شوه از همچو گپای در آینده تا مشروعیت یه میگه پس کوچه و بازار گرفته شوه و این دست باز نگاه نکنن باید محکمه به مردم افغانستان رحم بکنن. در غیر از او هر آدم با عزت به یک بهانه در کوچه سنگسار میکنن و هر جزا را بالاش تطبیق میکنن و باز محکمه دیگه استقلالش از بین میره. دقیقاً و اینجا حکم محاکم صحرایی عملیاتی میشه. اما استاد نکته دیگری که دقیقاً در بحث های عمومی شبکه‌های اجتماعی و دیدگاه‌های کلی امروز دخیل است. موارد را که جناب سلامورس مطرح کردن و اشاره کردن واقع مصباح مطرح کردن بنابر حقوق و جزای افغانستان هم قاعده خود را داره بنابر شرع و حکم اسلام همشان مطرح کردن و چون قبلا شما مطرح کردین اما یک گونه دید پیش مردم است میخوایم تبیین شو و وضاحت بخشیده شود که گویا این گونه عدالت بخشی که حداقل در جزای افغانستان و در احکام شرعی دیده میشه ممکن با برخوردها و رویکردهایی که جهان امروز و نو تعادل خواهی و عدالت خواهی حقوق بشرانه می خواهد در تضاد باشه. اینجا این حکم تا چی میزان دقیق است؟ عرض کنم که پیشترام گفتیم که به ذات خود این جرم یک جرم بی سابق است، غیر انسانی است و حیاتی را که خداوند ارزانی کده به ما او را یک شخص یا چند شخص از دست ما میگیره که او را حق نداره. بله. و از این خاطر است که جزای قاتل قصاص است. مگر با وجود که بسیار هدایات اسلامی ظاهرا ساده به نظر می خوره مگر با تمام کنه و کیفش موضوع بررسی می کنه. حالا شما ببینید اگر بر اساس احساسات صحبت شوه یا قضاوت شوه ما فکر می کنم صحبت بر اساس احساسات ممکن است که قانون یک طرف بگذاره قضاوت طرف دیگه بگذاره و او وقت قضاوت هم شده میتونه که با جزئیات از موضوع خبر باشه. بله. همی الان که ما صحبت میکنیم جزئیات موضوع با او کم و کیفی که پلیس و سارنواله خبر است ما نیستیم. ولی هزا قضاوت ما ممکن است که پادر هوا باشه. اما بر اساس احساسات جامعه و مردم اگه باشه باید قصاص صورت بگیره. ولی یالی من پالوهای با تمام چیزی که در اینترنت و در فیسبوک و اینا دیده شد ما پالوهای بسیار دقیق زیر بر شما میگم. چند نفر شما دیدن که به لگد و به مشت و به همه چیزی که پیدا کردن به سر و پای زو حواله شدن. بله. بعدا موتر از سرش گذاشتانده شد. حالا اینجا سوال پیدا میشه از لحاظ شرعی و از لحاظ قانونی که وقتی که موتر از سر زی گذاشتاندن آیا این مرده بود و یا اسکنوز روح داشت؟ اگر مرده باشه بعد از او بی حرمتی و میت است که او جزای دیگه داره. بازم وقتی که جسدش سوختاندن آیا در او وقت هم زنده بود و یا نبود؟ این موضوعات است که از طرف سارنواله و پلیس باید بسیار دقیق دیده شود. احساسات مردم بنابرای که از قضا، از پلیس، از اینا روی خوش ندارن فکر میکنن که این قضیه هم یاییست که سازماندهی شده و یا ایست که بر اساس احساسات نادرست مردمی که در اوج حضور داشتن این قضیه صورت گرفته و یا هر شکل دیگه که باشد. مگر به خاطر تثبیت جنایت هر شخص و دیده شو چه کسا در لگد زدن و آغاز موضوع شرکت داشتن؟ بله. وقتی که موتر از سرش مگذره این در چه حالت بوده؟ زنده بوده؟ نبوده؟ و در وقتی که جسدش می سوزنن در این جده چی حالت بوده؟ مثلا در اسلام و در حقوق غرب هم ای است که شما به میت اگه به حرمتی میکنین او جزای خود داره که البته غیر از قصاص است. بله. سوزاندن یک میت جزای خود داره که او هم غیر از است. ولی کسی که به تعدادی که من پیشترام گفتم هر تعدادی که در کشتن و در قتل یک آدم شرکت کرده باشه همه‌اش شریک جرم است و شریک جرم قصاص باید شود.
تشکر سپاسگزاریم. همکاران و همچنان شاری وقفه دارن، پس وقفه برمیگردیم. بله، این برنامه خوش آمدین. جناب استاد هاشمی، میخواییم بدانم در کنار موازی که مطرح کردین، در کنار موارد، یک نکته هنوزم در ابهام قرار داره. دقیقا این افرادی که متهم هستن یا مجرم هستن، سلسله مراتب ممکن بیان از اینا باشه. اخی خلاصه شرح بدین این موضوع را. ببینین، در اینجا گفته شده که محرکین. بله. امکان داره محرکین هم کسایی بوده باشه که در این مسئله تاویز نویسی و اینا که یک ضرر مادی را متوجه خود میدیدن، لذا خواستن که یک همهمه برپا شوه. حالا اینا را محرکین میگن. آیا محرک ولو که منجر به قتلم شوه، تحریکش آیا قاتل است یا نیست؟ یک سوال. بله. کسانی که عملا در قتل شریک بودن، اینا که سوال نداره. بعد از او نظر به این که جسد یا مرده بوده یا زنده بوده، موضوع فرق میکنه. وقتی که موتر از سرش میگذرانن، اگر زنده بوده و به سر از او کشته شده، این هم شریک قتل میشه. باز در حالتی که جسد میسوزانن، کسایی که در اونجا شرکت کرده با در نظر داشتی که جسد بوده و یا ایست که تا هنوز نفس داشته، این هم دو کتیگوری میشه. مردمایی که در اموج پترول یا هر چیزی که بوده او را تهیه کردن، او هم شریک میشه اگر در وقت او فوت میشده باشه. بله. پس به این اساس وظیفه قضات ما بسیار دقیق است که با بی‌طرفی کامل، با استقلال کامل، بدون از اینکه احساسات خودشان و یا کسهای دیگه در این مسئله شریک باشه، مطابق هدایت شرع انور، مطابق قانون، مطابق اخلاق، مطابق عدالت اجتماعی و اسلامی باید موضع گیری بکنن. اینجاست که موقف قاضیای ما بسیار حساس میشه. و من اصل استقلالت هم اینجا مطرح میشه. بله بله. وقتی که قاضی بدون در نظر داشت و دخالت احساسات خودش و یا احساسات کسی دیگه یا نفوذ کسی دیگه و یا ایست که بنابر حرکاتی که در جامعه میبینه از جامعه مدنی و از خانمه ها و اینا، اگر زیر تاثیر یکی از این هم قرار میگیره، در واقعیت استقلال اراده و حکم خود از دست داره. سپاسگزاریم. مسئله عدالت اجتماعی که مطرح میشه آقای نعامی، اینجا یک نکته دیگر، حیات در مقابل حیات هم مطرح هست. دقیقا مجموعه که خواستار به کیفر رسانیدن متهمین و دقیقا مجرمین قضیه فرخنده هستند، خواستار عدالت هستند و ما این طرف ها ممکن در جمع کسانی که کنون در شمار متهمین میرن همچنان بحث عدالت مطرح باشد. جمع این چگونه؟ خیلی خلاصه لطفاً. خب از نظر قانون جزای ما شما هیچ مشکل وجود نداره. ما تا هنوز به میثاق بین المللی که اعدام لغو بکنه، ما به او هنوز نپیوستیم و ما او را مشروط به شرط امضا کردیم که ما از کشورهایی هستیم که ما اعدام میپذیریم. بنابراین وقتی که در قانون ما مشکل نداشته باشه، دیگه ما در این مورد کدام مشکل خاصی را نمیبینیم در اینجا. اما آقای مصباح، دقیقاً این گونه است افغانستان دقیقاً متحد به پیمان‌ها و میثاق‌های بین‌المللی و خصوصاً اساسنامه حقوق بشر نیست؟ خب ماده 7 قانون اساسی افغانستان بحث در موردش، بحث کنوانسیونی که افغانستان به او ملحق شده و اعلامیه جهانی حقوق بشری مسئله در موردش بحث میکنه. ولی مسلما وقتی که یک اصل در قوانین موضوعی ما موجود باشه، نیازی نیست که برای در سطح بین الملل در رابطه مراجعه شوه. بله. مسئله سلسله مراتب مصادم مطرح کردن و چگونگی برخورد قانون در این قضیه مطرح شد. اصل عدالت در قبال کسانی که متهم هستند و کسانی که دخیل هستند چگونه تفکیک صورت میگیره؟ خب یک موضوع رو میخوایم واضح بسازم. هنوز همه متهم هستند. ما نمیتونیم به یکی از اینا هم مجرم خطاب بکنیم مطابق ماده 25 قانون اساسی. با موجودیت اسناد خیلی مشروع و سریع، محکمه حکم قطعی محکمه مطابق پاراگراف 2 ماده 25 قانون اساسی این مسئله را واضح ساخته. ولو که جرم مشهود هم باشه، شخص اما حالت برات ذمه حالت اصلی است.
بناهن اینا را خوب محاکم است که این را مجرم ثابت میکنه و اینجا بحث وکالت دفاع یا ماده 31 قانون اساسی موضوع را مطرح میسازه که این متهمین در کل حق داره که از خود دفاع بکنه به خاطر تامین عدالت و در کل آقا مصبا یک دقیقه فرصت داریم نهایتا در این جملات در این قضیه نهایتا مردم در کل خواستار عدالت هستند عدالت اینجا چگونه میبایست عمل دیده شود؟ خب بهترین وجه تأمین عدالت تطبیق قانون است و حاکمیت قانون است ما برای تمامی مواردی که در این قضیه اتفاق افتیده قوانین خوشبختانه قبل از قبل داریم بله. و حال کسانی که دخیلی از این قضیه هستند که در قدم اول که فعلا قضیه در سارنوالی است سارنوال بعدش قاضی پلیس هم نقش خود ایفا کرده و وکیل مدافع و اهل خبره که در این مسائل یا کسای دیگه که هستند دخیل در قضیه اینا کسای اصلی هستند که سپاسگزاریم از حضورتان مهمانان عزیز استاد فقط کاملا تمام از با پوزش خب سپاسگزاریم از حضورتان بله و از شما زیان تا کنیم بینیدیر مبحث بودید همچنان سپاسگزاری میکنیم تا برنامه بعد برنامه